آقا بودو بوده که آتیس دادم به معرزا این پست هم رد نکنه که جایزه داره خود خدا و خدازاده اسناد خیانت های پهلوی همش از منابع خارجی یک کلمه از منابع داخلی هم توش نمیاد قشنگ به درد این میخوره که برای کسایی که میگن پهلوی خو اینو بگیری و بهشون هدیه این دو جلد کتابم به کسی هدیه میدم که یه کامنت زت پهلوی زیر پست بذاره و اون کامنت بیشتر این لایک کنه نکن یه بچه قرآنی تو کلاسای قرآن میگه کتابی رو رفتم نوشتم دو جلد از اسناد خارجی که بگم شاه بد بوده خب حالا ادامه چیه؟ فکر کردیم میخوایی آتیش بزنیم؟ نه خیر عکس آرولو رو چشمون جا داره خودش داشت تو قلبمونه نه تنها این آتیش نمیزنم بلکه آخر ویدیو دیویس برابرش رو باید هدیه میده آخ آخ کابوس تاکسی های ها بردم آقا صنعت تاکسی کشور رو میرزه به هم بچه ها آرشگاه هم بردن راضی بودن تو اون پست قبلی که ما را آتیش سدیم بعضی رو گفتن خب چی کار کرده؟ چی کار نکرده مگه کار کرداش میشه تو دو جلد کتاب جا دار دو جلد کتاب دقیق منظم با نمودار اینو ببری بخونی نه تنها خودت قانه میشی تو خطیای کریم خان سید قندار رسالت منک همه رو با هم دیگه قانه بکن آو تو سمه رو نان تاکسی رو هستیم حالا خفه شو مثلا تو الان مثلا دانشگاهی هستی میخوای نان تاکسی رو مسخره کنی ببین سطح وقاحت بچه قرآنیه دیگه پول شاه و آتش میزنه ولی پول خمینی رو آتش نمیزنه و فکر میکنه با آتیش زدن پول واقعا اون پدیده اسکناس رو میتونه بیارزش کنه یا با ارزش کنه عزیزم در دنیای واقعی اسکناسی که شاه تولید میکرد با دلار نزدیک بود برابری میکرد سال 57 دلار هفت تومن تک تومنی بود درسته دلار در زمان شما چیه پول تو الان در میدان اقتصادی پول بیارزشیه یعنی اصلا این مهم نیست تو آتیش بزنی تو پول شاه و آتیش بزنی من بیام پول خمینی رو آتیش بزنم اصلا مهم نیست این آتیش زدن اینجوری که نمادینه دنیای اقتصاد داره میگه پول جمهوری اسلامی اصلا در... اصلا لایق آتیش زدن نیست چون تو برای آتیش زدن برای گازی هم اون فندک رو مصرف کنه دیگه پول جمهوری اسلامی رو مردم میریزن دور ولی پول شاه اون موقع برای خودش اباحتی داشته یک اما مثلا تو چی رو میخوای ثابت کنی دو جلد کتاب آوردی بگی شاه بد است و دو جلد کتاب آوردی بگی که جمهوری اسلامی دستاورد داری شوخی میکنی عزیزان چیزی که ما داریم زیست میکنیم ببینید شما آخه یه چیزی بچه قرآنی ها دارن انجام میدن شکستتون هم اینجاست مردم دارن زیستت میکنن چیزی که مردم دارن زیست میکنن تو میخوای به کتاب به مردم بدی که آقا این کتابو بخون زیستی که داری میکنی اشتباهه یه چیز دیگه است عزیزان مردم دارن زیستت میکنن الان تو مگه با یه کتاب میتونی به مردم بگی که زیست تو اشتباهه این تو چه شما بچه قرآنی ها فقط سطح بالاست مردم دارن نگاه میکنن آقا منطقی توش نیست که دلار حالا من اون دفعه گفتم که یورو که خریدم 3000 تومان بچه‌ها گفتن آقا چرت پرت نگو سال 90 که تو رفتی یورو بوده 1900 تومان اینا 2000 تومنم نشد گفتم شاید سالها گذشته واقعا دیگه یادم نمیاد یعنی واقعا خیلی هم فکر کردم یادم نمیاد چند خریدم ولی خب احتمالاً بس 2000 تومان بوده شاید من حافظم ضعیفه و شما چیکار کردی یورو سال 90 2000 تومان بوده الان 60 هزار 65 هزار تومن هزار تومنه چی رو میخوای به ما ثابت کنی با دلغک بازی که کشورداری اداره نمیشه ما داریم زیست آقا مگه میشه ما داریم تو رو زیست میکنیم تو به ما بیا بگی نه این زیست تو ولش کن تجربه زیستی خودت رو بذار کنار بیا من تحقیقات رو بهت نشون بدم که ما چقدر دستاورد داشتیم چه دستاوردی داشتیم تمام مردم دارن از ایران فرام این حسابات زیاده من نمیتونم بیشتر ادامه اینو بدم یعنی مسئله روشنه فقط خواستم این بچه قرانی بگه ایزن این دست از پروپاگانداها ها دیگه جواب نمیده حسن مرسی بابت هستی این دست از پروپاگانده ها جواب نمیده اینکه اپوزیسیون ما مشکل داره رضا پهلوی داستان داره اینا اصلا مهم نیست اینا ب... توی یه داستان دیگه یعنی. کشور دست تو این کشور هم به خاک سیاه نشوندی ببینید ما یه سری منابع داریم منابع زمینی سفره های زیرزمینی ب... بگم منابع اقتصادی منابع و سرمایه اجتماعی همه اینا منابع مثلا مشکل کشور ما خیلی فراتر از ایناست ما منابعمون داره تموم میشه اصلا این حکومت بره حکومت بعدی هم بیاد منابع سرزمینی ما دوچار تموم شدنه رو به اتمامه یعنی کسی دیگه هم بیاد دیگه ببین ما داریم دوچار فقر سرزمینی میشیم الان شما هر حکومت دیگه ایجاز به جای اینا بیاد الان این همه پزشکی که رفتن بر میگردن ایران واقعا زندگی خب این بچه بازی هم نیست ببین الان خود ماها که زندگی درست کردیم تو خارج از کشور شما تو خود ایران از محله من یادمه ما, ما توی هفته تیر زندگی می کردیم بعد با خانومم تصمیم گرفتیم یا اول ازدواجمون بود بریم تهران پارس یه خونه اجاره کنیم بعدن یه خونه حالا داستانه دیگه بعد خواستیم بریم تهران پارس همین محلمون عوض شد دهنمون سرویس شد شما تو خودی تهران محلت عوض میکنی سرویسی به عنوان کسی دارم میگم که قاره عوض کردم سرویس شدم یعنی والا ما از سوئد که اومدم سوئد دهنم سه بعد هفت سال که جا افتادم رفتم کانادا کانادا واقعا هنوز خب خوشبختانه خیلی جا نیفتادم برای همین اومدم جزایر قناری الان پنج سال از جزایر قناری من گذشته تازه برای پنج سال تازه داریم یه چیزایی رو جا میفتیم تو این کشور خیلی سخته باید حالا شما مثلا به مردمی که توی اروپا و آمریکا و چه میدونم توی عمان الان پزشکان ما عمان رفتن مسقط زندگی میکنن اینا میتونن فردا مگه برگردن ایران تو چی رو به من میخوای ثابت کنی با دو تا کتاب میخوای بگی دستاورد داشتی تو دستاورد 8.5 میلیون جوان ایرانی رو فراری دادی از ایران من نمیگم همه نخبه نیروی کار بودن نیروی کار فراری دادی همون لقمه پمپاژ افغانی کردن تو ایران و اینا دستاورد است شما دستاوردسازی سازی که دو, دو, تا جلد کمه ده تا جلد بنویس دستاورد سازی دیگه دستاورد سازی که ببخشید زب مثل این بنده خدا کریم شیرایی خودمون واسه خودش می نویسه داستان می نویسه. طولانی نویسی طولانی نویسی که دستاورد نیستش که آی ما 300 تا موشک زدیم خب 300 تا موشکت که نخورده که یه دونه بزن بخوره مثل اسرائیل اسرائیل یه دونه زد خورد فهمیدی چه اتفاقی هم افتاد اونم نیاز نمیبینه رجز بخونه میگه خب تو فهمیدی دیگه عملیات نظامی که بیاد توی رسانه و رجز خونی در این سطح باشه که خب عملیات نظامی نیستش که اون نمایش است عملیات نظامی کار اسرائیل میزند بقیه در مورد صحبت میکنن که آقا این اسرائیل زده چیکار کرده زده که با اصالت عمل میکنه جمهوری اسلامی افتاده به دستاورد سازی صرفا میخواد با دستاورد سازی و با یه سری بچه قرآنی این مثلا اینقدر پر روی اینجوری داره صحبت میکنه این مردی که اندازه موی سر من شکم استادهای قرآن رو گودی کمرش قفل شده میفهمه چی میگم این پر رو شده با پر روگری و آتیش زدن پول مثلا زمان که تو به جایی نمیرسی که عزیزم مرسی جناب ایران پرست این از این قضیه